No, man. Modeler de ayer. Şöyle ona zaman sivil tamam. Abliye. Daha iyi. Yine hoş. Comment ediyor. Ver de ben comment ediyorum. Ha? O şöyle tutarım. Hop. Hop. İnce miyim çanta da duvarı tutuyorum. Set. Dolayısıyla ABS Okey'e Merti daha hadi etman terleti. Ben mom hem kalın. Öte mütünün yine float başı diye. X y ko Float'e delta. Delta şimdi میشه به دو توان نداریم منهای چهار آ سه درست یا نه؟ خب گفتیم برای جذر از چی استفاده بکنیم برای جذر؟ مت بود درسته؟ مت دات اچ بود؟ خب این دلتا خب میگم که اگر دلتا کوچکتر چی باشه؟ صفر باشه چه اتفاقی میفته؟ ریشه نداره سی اوت نو روت درسته؟ ایف دلتا بزن اینا من پاک کنم الکی اینجا شروع کنم اگه دلتا else if دیگه درسته else if اگه دلتا مساوی صفر باشه چی میشه؟ میشه x مساوی منهای b تقسیم برای چی؟ دو ضرب در a باید سی آوت بکن ایکس مساویه ایکس متا اینجا باید ایکس باید تعریف میکردیم یا درست میگم یا نه اوکیه ایلس اگه این نباشه معنیش چیه؟ یعنی دلتا بزرگتر از صفر میگم فلوت ایکس یک مساویه تقسیم بره دو ضرب در آ منهای ب به علاوه اس کیو آر تی دلتا درست نوشتم یا نه ایکس هم این باشه منهای این میگم ایکس یک مساویه ایکس یک اند ال ایکس هم مساویه ایکس خب اول سی بگیم که ریشه نداره مثلا یک به دو منهای چهار آسه دو مثلا ده ریشه نداره به دو اده دو سه دو به توان دو چهار منهای چهل ریشه نداره حالا سی بگیم که یه دونه ریشه داشته باشه یک دو یک درست میگم؟ آ دو بله به دو به بله به اتحاد اول بود درست یادتون هست یادش بخیر من چقدر خرکیف شده بودم اینا رو یاد گرفته بودم شما همینجوری شده بودین یا نه؟
از ها فهم میکنم که یه دانشمند شده. چیه؟ واسه یاد نگیرسی اون موقع. نه من اول در بیرستان بود خیلی دوست داشتم ریاضی رو. یه یک صرف منه دو طوری شده یک صرف و یک صرف شد پس میتونیم بگیر این شد ریشه های یه معادله درجه بود درسته؟ حالا میخوام خود معادلش رو چاپ بکنم چجوری میشه؟ خود معادلش هم چاپ کنیم دیگه قبل از اینکه ریشه هاش رو چاپ بکنی؟ خب چی میشه؟ اینجا مقادیر گرفتیم میگم سی اوت مساویه خب میشه آ ایکس به توان دو مثلا اینجا میگیم ب به علاوه که برسه حتی به علاوه که مثلا اگه به اضافه بزید باید این پرانتز رو مقابل بیه منفی باشه آره نتونستم ولی که مثلا یه ضرب چیزی این وسط رو بنویسیم که یعنی این پرانتز رو بخواهیم قصد کنیم مثلا میتونیم یه ضرب بنویسیم مثلا یک ضرب داره من اینجوری می نویسم بعد نه همون کار میکنیم بله و ب ایکس دو سه اینجا بله مساوی صفر بیاد قشنگ نشد بیاد به دل من حقیقت نشست مثلا من چی میگم؟ میگم یک صفر مثلا منهای یک یک ایکس رو بله به صفر ایکس رو منهای یک مساوی صفر بعد آخرش یه اینتر هم چیه؟ میزنم حالا توی سی آت و سی این چیزایی وجود داره که میشه اینا رو مثلا خلاصه تر کرد یعنی اگه من علامت هم چاپ بکنم الان من حقیقت حضور ذهن ندارم تو سی آت و سی این جز سی دی اینا که علامت رو حتما بذاری علامت رو نذار ما یک کتاب خونه داریم مثل پرینتف یک کتاب خونه داریم مثل پرینتف داخل اون کتاب خونه پرینتف یک کتاب ببخشید اسم کتاب خونه std.io.h خب برای CA خب اون دستورش printf printf اوکی این printf رو اگه بخواهیم بنویسیم اینجوری میشه اینجا میگیم که درصد f x به توان 2 درصد F دو نقطه به علاوه X به علاوه درصد دو نقطه به علاوه F خب اینجا چی میشه؟ اینجا میشه A و B و C نمیدونم من شاید 10 سال از این دستور استفاده نکرد بزنم درست کار میکنه یا نه
منهای یک یک. نه کار نکرد. البته شکل دیگه ده باید نگاه بکنم خودم اینو. درصد دی دسیمال درصد اف چیه؟ فلوته. خب حالا درصد نقطه یک اف یعنی چی؟ یعنی یه رقم اعشار داشته باشه. ولی اگه اینجوری بنویسید چند رقم اعشار داره؟ 6 رقم اعشار داره. درصد ای اکسپوننشیال درصد ای ساینتیفیک نامبره. درصد جی هم یه آلات شورت کات ماننده مثل درصد اف میشه. خب استدی آی او هستش. حالا مثلا اینجا مثلا یه نمونه مثلا درصد اس که رشته است، اس مثلا اینجا نوشته این عبارات رو نوشته به جای این قرار میده، این یه رشته است میبینی. خب بعد اینجا گفته مثلا درصد اس is over درصد دی years old. چیکار کرده؟ این درصد اس با چه جایگزین شده؟ با این رشته جایگزین شده. این دهه با چه جایگزین شده؟ با این جایگزین شده. خب بعد مثلا اینجا گفته درصد S درصد D درصد F، این درصد S هستش، درصد D اینم درصد F، به ترتیب اینجا چیه؟ جایگزین شده. خب میبینی؟ حالا یه مثال دیگه، مثلا میخوام اینم مثال پیچیده‌تر دیگه، مثلا درصد D این ایج میشه، بعد این درصد نقطه یک اف لود میشه که چند رقم اعشار براش در نظر میگیره؟ یه رقم اعشار براش در نظر میگیره. خیلی ساده بودیم. من چیزها رو برمیدارم، این علاوه رو برمیدارم. خب درصد دی رو میذارم اینجا، درصد دی ایکس، درسته؟ این دو نقطه رو برم دارم به علاوه درصد دی، خب این هم درصد. حالا ببینید چجوری میشه شبیه اون قبلی است. حتی مثلا اینجا میگم یک منهای یک یک، ببینید چرا همه صفر گذاشت، آب و ب و سه بزن F بذارم، F برای اینکه صفر رقم اعشار داشته باشه چیکار میکنیم؟ یک منهای یک یک، درسته؟ تا اینجا رقم اعشار براش در نظر نگرفت، منتها میشه به علاوه منهای. خب منتها اینو مثلا اینجا من یه دو نقطه به علاوه بذارم ببینم کار میکنیم. جا من این برلاور اینجا برمیدارم، برلاور کجا میذارم؟ برلاور اینجا میذارم، دوباره برلاور اینجا برمیدارم، برلاور کجا میذارم؟ اینجا گذاشتم. خب الان اینو اجرا میکنم، میگم یک منهای یک یک،
الان درست شد. آی نظفی دیدی؟ الان شد منهای یک ایکسو. یعنی وقتی درصد رو من اینجوری میذارم، اینجا به علاوه میذارم، اگه عددمون مثبت باشه به علاوه میذاره، اگه عددمون منفی باشه چی میذاره؟ منفی میذاره. اینجا ما فقط ما یه مساوی صفر هم چیه باید براش بذاریم. الان این اجرا بکنم، مثلا میدم یک منهای یک منهای یک. ببینید یک ایکس و منهای یک ایکس منهای یک نسبت به اون چی که چاپ کرد چیه؟ خیلی بهتر. مطلعا یه ایرادی داره. ایرادش اینه که اگه مثلا اینجا صفر باشه چاپ میکنه صفر، نه باید صفر رو بنویسه. این ایراد وجود داره که دیالا اینو اسکیپ میکنم چون حل یه مقدار سخت میشه. دستوری دارم که مثلا این سوری رو رادیکالم به خروجی رادیکالی بگیرسه، مثلا مثل رادیکالی نه اصلا نداریم. ما تو سی پلاس نداریم این چیزا. مثلا این که فرموله حل کنه برامون توی یه چیزی هست مثلا ماتماتیکا نرم افزاره، یعنی اونا فرمول برات حل میکنه، همونجا فرموله رو میبینیسه.